با عرض سلام به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامتی دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همینجوری که هممون در این ایام سخت کرونا به سر میبریم و با مشکلات زیادی دست پنجه نرم میکنیم، از مسائل اقتصادی تا جسمانی و روحی، خیلی از عزیزان دیگه هستن که در این میان دوچندان رنج میبرن و از مسائل بسیاری درد میکشن و این عزیزان کسی نیستن جز معلولان عزیز. همینجوری که میدونیم در هر کشوری تعداد زیادی از مردم دچار معلولیت هستن که اگه بخوایم تعریف ساده ای از افراد معلول بگیم، به این نحوه که کسانی که یا به خاطر مسائل مادرزادی و ژنتیکی و یا به خاطر سوانه و یا بیماری ها قسمتی یا اکثر بدن و یا خیلی هم اکثر توانایی بدن را از دست میدن و یا کم توان میشوند، اینها افراد معلول هستند که میتونیم از افراد معلولیت با بیماری های ناشی از دستگاه اسکلت مثل MS، مثل دیستروفی عضلانی و یا زایای نخاعی و ده ها بیماری دیگه که افراد رو دچار معلولیت جسمانی میکنه نام بریم. در کنارش افرادی هستند که به خاطر نابینایی و یا ناشنوایی دچار معلولیت میشوند و قشر بزرگی از معلولین هم افرادی هستند که دچار معلولیت روحی روانی هستند که به عنوان مثال میتونیم از بیماری های مثل اوتیسم نام ببریم. همینجوری که در این یکی دو ماه مسئولین کشورها و مردم درگیر رسیدگی به سلامت کشور و خودشون بودن، در این میان این معلولین تقریبا گم بودن و هیچ حرف و حدیثی از اینا نشنیدیم، نه رسانه ها توجه خاصی به این افراد کردن و نه دولت ها متاسفانه، و به همین خاطر امروز این برنامه را به معلولین عزیز اختصاص دادم و یک مهمان عزیزی هم دعوت کردم که در ادامه در خدمتشون خواهیم بود. خب معلولیت اثرات خیلی زیادی روی جسم و روح روان یک فرد میذاره و اگه بخوایم به یک طور خلاصه به این نگاه بکنیم، خود ماها افراد سالم که در این دو ماه در قرنطینه بودیم و محدودیت هایی برای ما پیش اومده، با اینکه روح و جسممون هم سالم هست، ولی باز چقدر دچار ناراحتی شدیم و متوجه میشیم که محدودیت چقدر سخت در زندگی، و به همین خاطر افراد معلول پس میتونیم متوجه بشیم که چقدر سختی میکشن. حالا این در شرایط عادی قبل از بیماری کرونا و مخصوصا در این روزهای کرونا این سختی همه این افراد معلول دوچندان شده، چرا که محدودیت هایی که به خاطر بیماری کووید 19 و یا ناشی از ویروس کرونا پیش اومده، زندگی اینا رو خیلی سخت‌تر کرده، چه از نظر جسمی، چه از نظر روحی روانی و چه از نظر مسائل اقتصادی و اجتماعی. به همین خاطر امیدوارم که معلولین عزیز مورد توجه بیشتر رسانه ها مسئولین قرار بگیرند، هرچند که مسئولین کشور ما تقریبا دچار سردرگمی های زیادی هستند و دخالت در رشته ها و مدیریت های مختلف باعث شده که نه جایگاه کسی مشخص باشه و نه کسی میدونه کجا و کی چه مسئولیتی داره. به همین خاطر امیدوارم که خود مردم ما که همیشه با سخاوت و مهربانی به کمک هم شتافتن، در این ایام این معلولین عزیز را فراموش نکنیم و بیاد اونها باشیم. برای معلولین عزیز بنده 5-6 تا برنامه تا حالا داشتم که در رابطه با مسائل ورزشی و تمرین های مختلفی که برایشون ارائه دادم میتونم به اونا مراجعه بکنم، ولی در این برنامه به اتفاق آقای فرید انصاری دستفولی میخواییم به سری از موضوعات اجتماعی و غیره بپردازیم که از همینجا به آقای انصاری دستفولی سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیزتون. من فرید انصاری هستم، انصاری دستفولی و سرپرست مدیر انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا هستم، البته عضو ناظر کنوانسیون حقوق بشر افراد دارم در سازمان ملل هم هستم و ما انجمنی که ما در بنا نهادیم در سال 2004 تا به حال ادامه داره
به افراد دارای معلولیت که در اینجا هستند، در بریتانیا زندگی میکنند، کمک های مختلفی انجام دادیم. ولی متاسفانه به خاطر این شرایط کرونایی، روزهای کرونایی، ما تمام برنامه هامون رو تعطیل کردیم، بجز اون اگر کسی احیانا سوالی چیز داره از طریق در واقع تلفنی و وسایل دیجیتالی مثل واتساپ و تلگرام و اینا با ما تماس میگیره. البته علاوه بر عزیزان دارای معلولیتی که در اینجا هستن، ما به خیلی از افراد دارای معلولیت هم در ایران هم شده کمک شد کردیم، البته به شرطی که در واقع شرایطشون مناسب با اون توان کمک رسانی ما. این تعطیلی و قرنطینه شدن ماها به طور اجباری در واقع اثرات خیلی زیادی در ارائه خدمات به این معلولین عزیز گذاشت، که من جمله این عزیزان معلول افرادی هستند که به طور مادام العمر به یه سری خدمات سلامت از جمله فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و ارتوسپروتوز و غیره نیاز مداوم دارن و همیشه باعث اینا این درمان ها رو دریافت کنن، چرا که بدن اینها به خاطر عدم تحرک کافی و یا نادرست و یا به خاطر فشارهایی که از این مشکلات به بدن و روح و روانشون میاد، همکاران عزیز در همه جای دنیا مخصوصا در ایران هم زحمت زیادی برای این عزیزان میکشن، منتها متاسفانه در این یکی دو ماه تمام اینا از این نوع خدمات محروم شدن و خود همین هم باز مشکلات زیادی رو برای افراد معلول به وجود آورده. جناب انصاری، به معلولان در ایران اشاره کردین و وضعیت اونها، همجوری که میدونیم وضعیت معلول ما در ایران قبل از بیماری کرونا هم چندان خوشایند نبود و دهها مشکل اجتماعی و اقتصادی و غیره داشتند. در حال حاضر و در این شرایط قرنطینه نظر اقتصادی و اجتماعی معلولین ما چه مشکلاتی را دارن؟ در زمانی که یک حادثه غیر مترقب یا یک ثانیه یک بلایی نازل میشه، اون چه مسلمه افرادی که در کل جهان رو میگن، فقط مسئله ایران خاص نیست، افرادی اقشار آسیب پذیر بیشتر لطمه میبینن، به خاطر اینکه این اقشار هم امکانات درمانی کمتری برخوردارن، هم از نظر مالی و هم از نظر اجتماعی در واقع از امکاناتی برخوردار نیستن بتونن راحت از بهداشت و درمان و سرویس های خدماتی استفاده کنن. حالا افراد دارای معلولیت آنچه مسلمه هم جز این اقشار آسیب پذیر هستند در سطح جهان و این مشکلات در سطح جهان هست. البته خب در کشورهایی که حقوق بشر یک مقدار بیشتر توسعه یافته مثل کشورهای اروپایی، خب این کشورها به افراد دارای معلولیت بیشتر کمک میکنن. به این معنی نیست که برای اینجا هم بهشته برای اونا، نه، ولی نسبت به کشورهای دیگه خیلی بهتر در واقع خدمت رسانی میکنن. ولی برگردیم به اصل سوال شما که راجع به افراد دارای معلولیت در ایران بود. در واقع اگر ما توجه کنیم که همونطور که فرمودی، افراد دارای معلولیت در ایران چه قبل از کرونا و چه در شرایط کرونا در واقع با مشکلات معیشتی، درمانی، آموزشی، مناسب سازی شهری و این نوع در واقع این نوع مشکلات مواجه بودند. به طور مثال حالا ما اگر بگیم مثلا یکی از همین افراد دارای معلولیتی که در ایران هست، فرضاً برای من نوشته که ما 172,000 تومان حقوق، این 172,000 تومان برای افرادی هستن که واقعا هیچ گونه امکانات و کمکی. بعد نوشته که با این 172,000 تومان ما چی میتونیم بکنیم؟ بر این حکایت دو کیلوگرم گوشت درمان نمیده، یعنی دو کیلو پول دو کیلو گوشت هم نمیشه. این از نظر مستطازی اینها بهترین نوعشونه. بله، ما از 60 هزار تومان داریم تا 172,000 تومان که ماکسیمومه. این از نظر مستمری که در گرفتار هستن در واقع این عزیزان ما در ایران.
از نظر دیگه امروز در شرایطی هستیم که میگیم یا روزهای کرونا یا بحران کرونا مواجه هستیم. ما میبینیم که دولتی که هر دولتی که باید در شرایط غیر مترقبه حفظ جان و سلامت مردم اون کشور در دستور کارش قرار بگیره، متاسفانه به افراد دارای معلولیت از هیچ گونه امکانات و تدابیر قانونی و اداری و تشکیلاتی برخوردار نیستن که بتونن در واقع از جان خودشون و از سلامت خودشون حمایت کنن. و آقای در واقع قبادی اخیراً اعلام کرده بود، رئیس بهزیستی قبادی دانا اعلام کرده بود که افراد دارای معلولیت در بین اقشار آسیب پذیر از جمله افراد دارای معلولیت، در این افراد 5 برابر نیم در واقع افراد عادی به کرونا مبتلا میشن و 4.5 برابر دیگر جامعه، 4.5 برابر جامعه در واقع این افراد فوت میکنن. خب برای اینا باید خب یک برنامه ریزی بشه، تدارک بشه که جانشون سالم حفظ بشه، سلامتشون حفظ بشه. خب تو این زمینه هیچ اقدامی همونطور که عرض کردم به وجود نیومده و هیچ برنامه ریزی قانونی، اداری، دولتی در این زمینه، هیچ برنامه پیشگیری، هیچ برنامه درمانی برای این افراد به وجود نیومده. خانم به نام ترانه بنی یعقوبی یک گزارشی از افراد دارای معلولیت به نام بحران موزل معلولیت و عدالت ما در روزنامه ایران نوشته، از زبان خانم که معلول هست، جای نخایی داره، میگه من کرونا گرفتم، رفتم بیمارستان، اینا نمیدونستن اصلا با من چی باید بکنن، نه جا داشتن، نه تخت داشتن، اول بردنم بخش کودکان، بعد آوردنم بخش زنان، بعد آوردنم بخش و گذاشتنم روی دوشکی که اصلا برای یه آدمی که مشکل نخایی داره اصلا مناسب نیست. یعنی از هی کوچکترین امکانات، حداقل‌ترین امکاناتی توی این شرایط برخوردار نیستن. شما مثلا فرضاً یک سری از افراد دارای معلولیت در دست فروش بودن و یک کاسب با معمولی کوچولی داشتن و یک اینها همه بیکار شدن به خاطر کرونا. خب اینا باید وقتی بیکار میشن خب یک کسی، یک دستگاه از اینا حمایت کنه برای معیشت، برای زنده موندن. اینا اون مسئولیت دولت در واقع این قشر محروم اجتماعی در واقع حمایت کنه، این قشر آسیب پذیر اجتماعی، محرومیت از نظر مالی و توان اجتماعی رو، نه از نظر توانمندی. خیلی از افراد دارای معلوله بسیار توانمندتر بنده و خیلی آدمای غیر معلول هستن، ولی از این نظر. بنابراین این عزیزان امروز با این مشکلات مواجه هستند. مثلا به اداره بهزیستی به افراد دارای معلوله، این رو آقای دکتر نوید توجه بفرمایید، به مبلغ 34 میلیارد تومان کمک کرده به افراد دارای معلوله. این از این پول 10 میلیاردش مال بنیاد مستضعفین بوده، 24 میلیاردش از طرف خود سازمان بهزیستی بوده. این مبلغ به 84,000 نفر ارسال شده، یعنی پخش شده، داده شده. این 84,000 نفر افرادی که زیر 5% افرادی هستند که افراد دارای معلولیت که زیر پوشش بهزیستی هستند، یعنی بهزیستی 1,630,000 نفر عضو داره زیر نظر معلول، زیر پوشش بهزیستی هستن. از اینها فقط 5%شون کمک مالی دریافت کردن که اونها هم عمدتاً افراد زای نخایی هستن که این کمک دریافت کردن. خب یه پولی بهشون دادن، برای چی؟ برین دستکش بخرین، برین ماسک بخرین، برین ژل بخرین، برین مواد ضد عفونی بخرین. خب یه آدم معلولی که تو خونه نشسته است، آدمای عادیش نمیتونن برن دم داروخانه بیستن، پیدا نمیکنن. خب یه آدم معلول
نخایی که هزار تا مشکل داره، آقا این چطوری بلند شه برای این چیزا رو تهیه کنه؟ و یا تهیه کردن این چیزا اصلا آسون بوده برای آدمای غیر معلول که برای آدمای معلول آسون باشه؟ بنابراین این حال چیزای خیلی خیلی ریزن که در واقع امروز این بقیه معلولین هم که به امان خدا رها شدن، همونطور که من عرض کردم معلولین در ایران طبق سازمان ملل میگه در هر جامعه 15% افراد دارای معلولیت و اگر ما ایران 80 میلیون نفر حساب کنیم، یعنی 12 میلیون معلول توی ایران هست. از این 12 میلیون فقط 1,630,000 نفرش در واقع زیر پوشش بهزیستیه و از این 1,630,000 نفر فقط 5% کمک دریافت کرده. بعد تو این شرایط بقیه هیچ کمکی دریافت نکرد، نه کمک دارویی، نه کمک درمانی، نه کمک بهزیستی، نه کمک مالی، هیچ گونه کمکی دریافت نکرد. بله، خیلی ممنون جناب انصاری بابت این اطلاعات و مسائلی که فرمودین. ببینید، ما وقتمون خیلی سریع به پایان میرسه، دوست دارم به چند نکته دیگه هم برسیم تا وقتمون تمام نشده، این که اگه به طور خلاصه بفرمایید ممنون میشم. یه موضوع دیگه ای که در خیلی از جاها مرسوم هست، یه سری چرایتی ها و یا NGO ها و گروه های مختلفی هستند که مثل همین انجمن های حمایت از بیماریان مختلف که در کشورهای دیگه در هر جایی میتونی به راحتی بگی تقریبا برای هر بیماری انجمنی داره که توسط افراد غیر دولتی و به طور خصوصی در واقع مدیریت میشن و اینها خدمات خیلی زیادی در کنار خدماتی که دولت برای این عزیزان ارائه میدن. منتها متاسفانه در کشور ما این انجمنها هم دچار مشکل میشن، چرا که هر انجمنی باز بشه سریع یا میگن شما به آمریکا و دشمن وابستگی دارین و یا هزار تا انگ بهشون میزنن، که از این بابت هم معلولین ما متاسفانه در ایران نتونستن به طور زیاد بهره ای ببرن. در ایران اینجور انجمنها چنو فعالیت هایی انجام میدن برای معلولین ما جناب انصاری؟ انجمن هایی هستن در ایران هم که در واقع از معلولی حمایت میکنن، ولی واقعیت اینه که من از طریق خود افراد دارم شنیدن که این انجمن ها هم در همین دوران هیچ کمکی به این افراد دارای معلولیت نکرد. من یه مقایسه خیلی خیلی کوچیک بکنم با اینجا. ما یکی از اعضای ما در واقع فردیه که دارای ویلچر هست و به مشکل نخایی داره. این میگه برای من در خونه برق اومده که اگر کمکی خواستین این از طریق یک انجمن، نه یک دولت، هم دولت انگلیس، که اگر کمکی برای خرید و این دی ایام در واقع گرفتاری داشتی به ما زنگ بزن ما بیایم خرید. این خانم میگه که من رفتم ویترس نزدیک خونه، من گفتم برم نه بابا مزاحم کسی نشم. بعد رفته دیگه خیلی صف هست، برگشته خونه به اون انجمن زنگ زد، اون انجمن اومده تمام خریداش براش کردن، علاوه بر این که خریدار کردن و آوردن دم خونه پولم بهش دادن، یعنی هم پول خرید ازش نگرفتن هم بهش پول دادن. گفته بابا من چرا پول بهم میده؟ گفته اینا رو نگه دارین، شما هر وقت پول داشتین به حساب ما، این حساب ما، های علاقه داشتین بفرست به حساب ما، ولی ما این پول به شما. خب اینا همبستگیه، این همدلیه، نمیگم این نیست توی ایران ولی بسیار بسیار محدوده. این همدلی و همبستگی باید روش پیدا کنه، بخصوص با افراد آسیب پذیری مثل معلولی و مخصوصا این یا دولت این انجمنها را حمایت کنه که نمیکنه و لااقل حمایت هم نمیکنه، سنگ جلوی پای اینجور افراد خیر و انجمنها نداره. و ما داریم به پایین برنامه میرسیم و طبق معمول که در این برنامه همیشه یه سری توصیه پزشکی و درمانی از نظر توانبخشی ارائه میدیم، یه توصیه میخواستم به این افراد معلول عزیز بکنم. در هر بیماری و هر شرایطی که هستین باز یه سری تمرین ها را، حتی اگه در شدیدترین و مشکلترین شرایط هم هستیم، با همون عضو سالمتون روزی نیم ساعت یه ساعت تمرین بکنید. حتی اگه رو تختم هستین
انگشتاتون هم که حرکت میکنه همین حرکت رو برای چند دقیقه تکرار بکنید. به هر حال اگه شما حرکت نکنید، مسائل سیستمی بدن از نظر فیزیولوژی همش به هم میخوره. حتما یه سری تمرین ها و نرمش ها و اگه میتونید ورزش های مختلف در خونه رو انجام بدید، تا به امید خدا که در روزهای اخیرم در ایران همکاران رشته توانبخشی مطبعشون باز شده، شما خدمات و درماناتون رو از سر بگیرید. و بازم به همکاران رشته توانبخشی توصیه میکنم که به این عزیزان توجه خاصی بکنید، حتی اگه امکان داره از یک تخفیف در هزینه ویزیت و غیره تا دو جلسه اضافه دادن به این عزیزان، و یا حتی اگر نمیتونید 4 تا راهنمایی خوب برای اینا وقت کافی بذارید، اهمیت بدین به حرفاشون و گوش بدین به حرفاشون، چرا که این عزیزان خیلی رنج میبرن. جناب انصاری، در پایان برنامه من میخواستم به یه سری از معلولین عزیز من جمله ناشنوایان و نابینایان و همچنین بیماران روحی که من جمله اوتیسم و غیره هست که خلاصه خیلی کوتاهی بفرمایید. خب این عزیزانی هم که نام بردین، چه افراد دارای معلولیت، ناشنوایان یا نابینایان یا افراد، اینا هم مشکلات خاص خودشونه داره. من فقط به صورت کوتاه چون وقت نیست عرض کنم خدمتتون، یکی از مشکلاتی که اخیراً، اعتراضی که اخیراً افراد ناشنوا کردن به این عنوان که در ایران میدونین اینجا مثلا برای افراد زیرنویس هست، توی ایران زیرنویس نیست. خب زیرنویس که نیست، خیلی از برنامه هم در واقع ساین لنگویش، یعنی زبان اشاره ای ندارن، یا اگر دارن به قول خودشون که اصلا اونا یه چیزی میگن، ما زبان لنگویج، زبان اشاره ای که یاد گرفتیم یه چیزی. بعدم اشکالشون این بود، میگفتن بابا الان همه ماسک میزنن، هر کی میاد حرف میزنه توی تلویزیون ما حتی از طریق لبخانی هم نمیتونیم بفهمیم چی میگه. اقلا این یه امکاناتی باید برای ما بذاریم که ما در واقع بتونیم بفهمیم، اطلاع پیدا کنیم راجع به بیماری کرونا، راجع به چگونگی پیشگیری، راجع به چگونگی حفظ سلامت خودمون. این یکی از اعتراضه. خب حالا برگردیم چون وقت کوتاه، من بریم روی نابینایان. خب نابینایان یکی بدون تماس گرفتن در واقع و لمس کردن اجسام ممکن نیست بتونن کاری کنن. خب اینا دستکش میخوان، اینا راهنمایی میخوان، اینا باید بهشون بگیم آقا چطوری مثلا به چیزا دست نزنین. حتی میگن این نواری اومده ویدئویی که اعلام که چگونه دستامونه باید بشوریم در زمان کرونا، نوع شستن. میگه خب این صدا نداره، این به قول معروف صدایی نداره که ما ببینیم چی میگه، لااقل بشنویم چی میگه. درسته؟ ممنون، وقت ما به پایان رسیده، متاسفانه هیچی فرصت نداریم. امیدوارم که این برنامه مثمر ثمر بینندگان قرار گرفته باشه و از همه مسئولین و همچنین کادر درمان تقاضا میکنیم که هرچی بیشتر به این عزیزان توجه بکنن و اینها را موضوع روز رسانه ها بیارن که دولت هم مجبور بشه کمک بیشتری به اینا بکنه. در پایان برنامه به اتفاق جناب فرید انصاری دستفولی با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. برای هر گونه تماس و انتقاد میتونید از طرق مختلف با برنامه تماس بگیرید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روز روزگار خوش، خدا نگهدار.